فروغ کنعانی، پژوهشگر علوم اجتماعی و فعال حقوق زنان از فرانکفورت همراه ما هستند. متشکرم از حضورتون خانم کنعانی در برنامه. در تقابل دو جانبه مردم و حکومت بر سر حجاب اجباری، برخلاف مردم که جز نافرمانی های نرم مدنی ابزاری برای اعمال فشار ندارند، ما میبینیم که حکومت از نهاد قانون مجلس به قانونی ترین غیر قانونی ترین شکل ممکن برای اعمال فشار استفاده میکنه. تصویب این لایحه چه تبعاتی خواهد داشت برای مردم و زنان ایران به نظر شما؟ درود بر شما. ببینید سرکار خانم، اتفاقی که الان داره در فضای سیاسی ایران به خصوص در مورد مسئله حجاب میفته، دو فاکتور عمره درش نقش داره. یک بخش مردم هست که ما خب قبلا هم بارها در مورد صحبت کردیم، شما هم به درستی فرمودید، مقاومت گسترده از طرف اونها در این مسئله وجود داره و به نوعی از مسئله حجاب اجباری گذر کردن و به وضوح دارن میگن که ما دیگه این مسئله رو به اون ترتیبی که مطلوب جمهوری اسلامی است انجام نخواهیم داد و به قولی به عقب بر نخواهیم گشت. اما بخش و فاکتور مهمی که الان من فکر میکنم اینجا باید در موردش صحبت بشه، این تغییر رویه جمهوری اسلامی است. شما به گفتمانی که در همین چند وقت گذشته در فضای سیاسی ایران وجود داشته مراجعه کنید. شما یک مقام انتظامی رو میبینید که میاد و اعلام میکنه که ما قراره با هنجار شکنان چنان برخورد کنیم که گردنشون رو بشکنیم و پاسخگو نباشیم، گفتن که جوابش رو خواهیم داد. اون سخنرانی علی خامنه‌ای رو ببینید که از چه ادبیاتی علیه مردم استفاده میکنه، یا برگردید و از این چیزی که علیه مقاومت دانشجویی برای مثال در دانشگاه هنر استفاده شد که ما دانشگاه رو با دوشگاه مورد حمله قرار میدیم، یا همین موردی که الان بهش اشاره کردید در مورد اینکه چرا به اندازه کافی علیه کسانی که در واقع بر ضد حجاب اجباری مقاومت میکنند جرم تراشی نکردید و به قولی پروندهشون رو سنگین نمیکنید و من واقعا نمیدونم چه مجازاتهایی مطلوب این افراد هست. میبینید راجع به چی صحبت میکنم؟ راجع به یک فشار بسیار سنگین که یک غیر قانونی هست، دو دست آتش به اختیاران رو باز میذاره، سه اون بخشی رو که حتی میتونه در چارچوب قانون حالا نه چندان انسانی جمهوری اسلامی هم البته علیه این افراد رعایت بشه، میاد و در واقع با خشونت بیشتری بر علیه اینا به گونه‌ای تحریک میکنه و سعی میکنه از حد اکثرهای موجود علیه مردمی که فقط برای احقاق حقشون دارن از یک روش اعتراض مدنی در واقع استفاده میکنن سوء استفاده کنه. اتفاقی که داره میفته یک زنگ خطر هست برای فضای اجتماعی به خصوص زنان ما و من فکر میکنم که ما به یک هوشیاری عمیق احتیاج داریم که ببینیم چه باید بکنیم در این مرحله. یک مقاومت مدنی صورت گرفته، یکی از روش‌های خشونت پرهیز الان در دستور کار مردم هست برای اینکه در جمهوری اسلامی که سر تا پا فساد هست حداقل به یکی از خواسته هایی که در این سالها ازشون دریغ شده برسن. اما میبینیم که حکومتی که در فساد مالی غرقه، در وضعیت اجتماعی بحران زده قرار داره، از لحاظ اجتماعی و سیاسی خب دیگه فکر میکنم اصلا لازم نیست مراجعه به این قضیه صحبت کنیم، حالا اومده تمام تمرکزش رو روی مسئله حجاب گذاشته که اصلا دیگه برای مردم مسئله نیست. حتی کسانی که مذهبی هستند بارها و بارها میشنویم این گفتمان رو ازشون که برای ما مهم نیست اگر کسی مثلا به ما به قول معروف کاری نداشته باشه برای حفظ حجابمون، خوشحال میشه مرکز حجاب اختیاری داشته باشه. یعنی این رو ما به کرات میشنویم. حکومت میاد و از یک دست افزاری استفاده میکنه برای سرکوب مردم، شاید به امید اینکه بتونه روزی همین رو حقی که مردم ازش گذر کردن به مردم بده و بعد به نظر بیاد که مردم به یک دستاوردی از انقلاب زن زندگی و آزادی رسیدن، انقلابی که هستی چیستی و کلیت ماهیت جمهوری اسلامی رو زیر سوال برده رو نمیشه فقط به رفع حجاب اجباری تقلید داد. این رو حکومت میدونه و اتفاقا به همین دلیل دستش رو بر روی این ناحیه گذاشته و داره سعی میکنه که بدین ترتیب مردم رو آزار بده. متاسفانه. ممنونم از شما فروغ کنعانی، پژوهشگر علوم اجتماعی و فعال حقوق زنان که از فرانکفورت همراه ما بودید.